برخورد با اهل مشکل، یعنی متمکنین، گفت چه به اصطلاح چه استاده ای دست افتاده گیر. این هم روشن کنیم، حالا چه در مقیاس کلانش چه خوردش، یه کسی که واقعا به مشکل میخوره وظیفه دیگران. یه جمله حضرت چه حاکمیت چه مردم ها، جمله حضرت امام حسین میفرمان، خب جمله خیلی عظیمه، دیدم هم گاهی اینا مینویسن جلو نصب العینشون میکنن، اصلا فهمش هم خیلی بزرگی. میفرماد که از بزرگترین نعمت های خدا به شما، من اعظم نعم الله، اینه که مردم به شما احتیاج دارن، برعکسی که گاهی انسان فکر میکنه. یعنی اگر جایی هستی که نیاز مردم رو به خودت میبینی، خیلی خدا به نعمت داده. یعنی تشکرش اینه که بر بیاری، یعنی خیلی فرار نکن، یعنی نعمت اسمیت. حالا گاهی نمیان آقای خاتمی، در حال ما میبینیم که عزیزی، همینه که قرآن میفرماده، فرماده و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، در اموالشون محسنین متقین حقی قائل میشن برای دو دسته. یه دسته سائلن، من میگن یه دسته همونن که محروم نمیان میگن، ولی من میدونم نداره که تو برو دنبالش. خود ما اینجور جاها خداوند توفیق بده حسب امکانمون دست ها رو بگیریم، بسیار مورد توجه. ببینید مسائل به دو جنبه داره، همونجور که خداوند به اون میگه درست را برو نیازمند نشی چه نشی چه نشی، به منم گفته که حالا اون کسی که افتاده ای تو استاده ای دست رو افتاده، برو مطابق توانت امکانت کمک کن، بسیار محبوب الهیست این کار، اجر بزرگ داره. حالا عناوینی در شر داره، گاهی مثلا باید بدیم صدقات مستحبیست، یعنی گردنمون نیست ولی دادنش، این کمک ها مطابق توان که اشخاص پاشن، این حمایت ها رو قطع نکنیم. یه روایتی از امام باقر دیدم در این حال که خب عظیمه، یه تهدیدی هم هست، فرمودن اگر جایی راضی باشه خداوند شما پولی رو بدید، مالی رو بدید و ندید، خدا گرفتارتون میکنه به گرفتاری که چند برابر اون رو ناچارید بدید. عجب. نه تو دنیا مزد دارید نه اینم پشتش. یه بار دیگه خیلی اگر موردی پیش آمد که پولی رو خدا راضیه بدید، دستور رو میدون انو جاشه بدیم، نه میدون من واجبا، نه راضیه بدید، بله بله، و ندید این رو گرفتارتون میکنه خدا به بلایی که چندین برابر این پول میدید، یعنی ناچارن و نه به درد دنیاتون مخوره نه به درد آخرتون. اینم باشه، این مهمه، اینم حسن ختم. بله خیلی ممنون و متشکرم.